واریس، واریس عنکبوتی، واریس تنابی، گشاد شدن عروق ساق پا یا بقیه اندام ها، گره گره شدن و سبت شدن رگا واریس میگن. واریس خیلی بی سر و صدا میاد، ولی اگه بدتر شد درد و ورم هم داره. برجسته شدن و زخم شدن عروق هم از علامتهای واریسه. خیلی میگم واریس علتش غلبه سوداست، واقعا همینطوریه، ولی باید بهت بگم که اینجوری نیست، غلبه سودا نیست، علتش تخریب دریچه های داخل سیاهرگه که اگه اینطوری بشه دریچه برگشت خون از پاها به قلب مختل میشه، خون غلیظم توی رگات جمع میشه. یه مدل دیگه بهت بگم، این خون به خاطر سنگینی و سرد بودنش تو اندامای پایینی رسوب میکنه، به خاطر همینه که بیشتر تو پاها واریس دیده میشه. وقتی هم که خون تو رگا جمع بشه، طرف همیشه احساس ضعف و خستگی و کمخونی داره، درست مثل آدمای کمخون. درمان واریس با نمک. یه تا اینجا به دلت نشست و دوست داشتی، ویدئومون رو لایک کن. یا باید نمک تصفیه شده نخوری یا خیلی کمش کنی. نمک و سدیم باعث میشه اینکه آب تو بدنت حبس بشه. اینم با واریس ارتباط مستقیمی داره. اگه تو بدن تو پاها مایع زیاد باشه، هم ورم میکنه هم به سیاه رگات فشار میاد. حتما باید وزنتو تنظیم کنی، چون به سیاه رگای لگنت فشار میاد، همچنین سیاه رگای پا. کفش پاشنه بلند و لباسه تنگ ممنوع، لباس، کمربند، فرم دهنده‌های بدن، جوراب کشی زانو، اینا جریان خونو محدود میکنن، نمیذاره خون قشنگ از سمت پا به سمت قلب در جریان باشه، خونم یه جا انباشته میشه. طولانی مدت نباید کفش پاشنه بلند بپوشی، اینم جریان گردش خون رو محدود میکنه. اگه که میخوای گردش خون خیلی روان باشه، باید کفش تپی و پاشنه کوتاه استفاده کنی. واریس خطرناکه، خیلی جدیه. بیشترین جدیت واریس تو مشکلات زیبایی و ظاهره. اگه درمانش نکنی روز به روز بدتر میشه. درمان نکردنش هم این علایم داره: خارش بدن، لکای پوستی اطراف مچ پا، گرفتگی، ورم، درد، زخمای باز، زخمایی که بیشتر طرف مچ پا دیده میشه، احساس خستگی، سنگینی، یه درد خنجری تیز، بیقراری، احساس گزگز، سوزش. بعضی میگن نشستن خیلی زیاد باعث واریس میشه، بعضی میگن که واریس بیشتر به خاطر سرپا بودنه، چون تو حالت ایستاده به پاها فشار میاد و رگای خونی ضعیف میشن. اما باید بهت بگم که هر دو داش هم یه علت واریسه، هم نشستن زیاد هم سرپا بودن زیاد. راحت ترین روش، بهترین روش، بدون هزینه ترین روش برای واریس اینه که به پاهات استراحت بدی. یه صندلی راحت پیدا میکنی، قشنگ روش لم میدی، یه دونم صندلی میذاری جلوت، پاهاتو قشنگ میذاری روش. پاهاتو روی هم انداختن هم باعث واریس میشه. آره، انداختن پاها رو هم دیگه هم باعث مشکلات تو عروق میشه، نمیذاره گردش خون خوبی داشته باشی. مریضای پشت زانو رو فشار میده. کف پاهاتو صاف بذار روی زمین، بهترین روش همینه. یکم بالاتر از سطح زمین روی یه بالشی قرار بده پاهاتو. جوراب مخصوص واریس. این جورابا باعث میشن که خون جمع شده توی پا، ساق پا، مچ پا جهت درست در جریان باشه. خانم‌ها بیشتر از آقایون واریس دارن، مخصوصا واریس پا، واریس عنکبوتی، تنابی، افزایش استروژن، حاملگی، اینا هم یه علتای واریسه. ماساژ ساق پا از پایین به بالا اینطوری، شبا قبل خواب با روغن زیتون یا بابونه، اینا به برگشت خون به قلب خیلی کمک میکنه. اگه لازمم بود تحت نظر متخصص طب سنتی فستم خیلی خوب جواب میده. ماساژ ترکیبی روغن زیتون با روغن هسته انگورم فوق‌العاده است. بابونه مسکنه، ناراحتی و سنگینی رو از رگات برمیداره. واقعا نارگیل و بابونه رو شبا قبل خواب مخلوط کنین، روی واریس ماساژ بدین. اگه خونت لخته میشه یا زخمای زیادی داری سری به فکرش باش. اصلا چهار زانو نشین، قشنگ بشین رو صندلی، یه دونم چهار پایه بذار جلوت، پاتو بذار روش. خیلی ساده، نه جراحی نیازه نه ویزیت پزشک. زالو درمان قطعی واریس نیست، فقط تورم زیرپوستی و عروق واریسی رو موقتا رفع میکنه. ظاهر واریس اصلا تغییر نمیکنه، فقط ورم و دردش کشیده میشه. هر سوالی در مورد واریس داری توی کامنت ازم بپرس، خودم شخصا جواب میدم. کانالم رو سابسکرایب کن، زنگولش رو روشن کن، این میدونم به پس کسایی که واریس دارن که بیشتر خانوما مبتلان.